زه د افغانستان د بامیانو ولایت په یوې لرغونی سیمه کې ولاړ یم. دا اوس په افغانستان کې کیږي. پخوا به د دې کار لپاره خلک بهر ته تلل. ماشاءالله پښتو دې هم زده ده؟ هو زه پوهیږم ډېر لږ. از شنوی چیز استفاده می کردن حالی صورت ایجاد کردیم که و می تخت دیزاین خودشان برشان آماده بسازیم. ده گنجینه نندارتون ده بامیان و لرغونه ولایت دین مشگاه پلی دو بانه منگ ده بامیان چکر دو برابر خوندوار شو پا دین مشگاه که می دیر زیاد خواهند یورو نولی دل حالی نخود افغانستان است. یکی شسته شد و بازی ککرک میشه دیگه رنگش هم رنگ پیدا میکنه. د خپل افغان خویندو میندو ملاتړ وکړی او د خپل وطن تولید وکاروئ. څوک چې مو ګوري کور یې ودان او ژوندی اوسې. متر په سل ډالره ایره کی جوړ کړه؟ خودت جوړ کړی؟ ماشاءالله. اوبه څو منزلو ته پورته کولی شي، نه برق غواړي نه بل څه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو لکه څنګه چې مو تېره خپرونه ولیدله، موږ د بامیانو ولایت ته راغلو او اوس مهال تاسو ګورئ چې زه د افغانستان د بامیانو ولایت په یوې لرغوني سیمه کې ولاړ یم. د دې بوت پاړه به تاسو اتمن ډیر معلومات ترلاسه کړي وي، پخوا اورېدلې به مو وي او د دې تر څنګ انځورونه به مو ورته ډیر کتلي وي. نو یوه بله ښه خبره دا ده چې دلته په بامیان ولایت کې دا څو ورځې کیږي چې یو نندارتون نمایشګاه پیل شوې ده د ګنجینې په نامه، او دلته نو زیاتره افغاني محصولات، صنعتي توکي او هغه سیزونه شیان چې د افغانانو خویندو او د دې ترڅنګ ورونو په لاسونو باندې جوړیږي دلته نندارې ته وړاندې شوي دي. زیاتره زموږ هیوادوال هم راضي نندارې کوي او د دې ترڅنګ کوم سیز کوم شی چې خوښیږي ځان سره ایرانی سی اخلي. نو په همدې پار مې وغوښتل چې تاسو ته دلته نن دا خپرونه ولرم. دننه به لاړ شو، بیلابیلې غرفې دي، افغانی محصولات، افغانی توکي، صنعتي توکي او داسې هغه شیان چې د لاس په واسطه د موټو په زور د ګوتو په زور باندې جوړ شوي دي هغه ټول به په تاسو باندې وګورو. ملتیا مې وکړئ د بامیانو ولایت د ګنجینې نندارتون را سره یو ځای ننداره کړئ. مر ځکه ځلیږي ځکه چې هغه ځان سوځلی دی. ته یو ځوان یې، سره زر یې، طاقت یې، د وطن آینده یې. خپل هډوکي دې مضبوط کړه،
ځکه چې پر موږ د وطن د حق ادا کولو بوج پروت دی. زما انتخاب روټ ټو هیلت تاسو ته ډول ډول ویټامینونه وړاندې کوي چې انتخاب حق یې له تاسو سره دی. روټ ټو هیلت تاسو کومه لار ټاکئ؟ خراغ لاس د بامیان ولایت ده او د گنجینه نندارتون دلته می تر سنگ ورور لاړ ده. نه پویږم چې دوی په دغه برخه کې کوم ډول تولید لري پاړه به خپل معلومات راکړي. بازم سلام برادر ګلم، خوب استین و خیر صحت تان خوب است و اقتصاد زندگی به خیر میگذره؟ شکر الحمدلله. تشکر میشه دا اول به دوستای عزیز ما خودتانه شرکتتانه معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد موسی تایی هستم، یکی از کارمندان شرکت تجارتی سلرساین. سلرساین شرکت بخش چاپ تبلیغات می باشد. بخش چاپ تبلیغات می باشد. ماشاءالله جمع می بینم واقعا. اما تو ای دیگه بخاطر از امو کاغذ یا توشی پیپر که میگن نه؟ بله آقا. بخاطر از او یک بکسک دیگه جور کردیم. بله آقا. ایرا مکمل در افغانستان جور میکنه؟ بله آقا، مکمل در افغانستان جور میشه. این؟ فقط تختش از خارج وارد میشه. دیگه کارش تمامش کار لیزرکاری و دست تصویر کمباز میشه و کاغذ مفتدش. دیگه و همون نام شرکت ها و لوگو و چیز شونده یک قسمت ها حق میشه. خب ماشاءالله بسیار خوبی. شرکت و لوگو و تکس و یا نوشتر همه چیز در شرکت شما؟ بله. در افغانستان؟ در کجای افغانستان؟ در افغانستان کابل رسته گلبهار سنتر شرکت تجارتی سلرساین. خب در کابل گلبهار سنتر، بسیار خوب. ماشاءالله دیگه وقتای پیش در کشورهای همسایه و دیگه کشورها به نظرم بخاطر از امی کار مردم میرفته نه؟ آه آلی سهولت ایجاد شده دیگه در خود افغانستان یا ماده میشه. از یک قلمدانی شما است، این رقم قلمدانی و کاغذدانی است. دیگه ما خودمون خواستم که یک تغییرات بیایم، مثل از اون ساعت است که ساعت مردم از خارج بیرون از کشور وارد میکرد، ولی خود ما امکانات ایجاد کردیم که به خود مردم ما سهولت شوه و در خود افغانستان لیدون کو. ماشاءالله واقعا د ویاړ خبره ده، د افتخار خبره ده. دغه کارونه چې د ډیزاین برخه ده، د دې تر څنګ هغه لیکنې چې کیږي، لوګوګانې چې جوړیږي په بیلابیل ډول شکلونو کې ډیزاینونو کې، دا اوس په افغانستان کې کیږي. پخوا به د دې کار لپاره خلک بهر ته تلل، هلته به یې خپل دغه لوګوګانې او دغسې بیلابیل ډوله سیزونه جوړول، او د دې تر څنګ مصرف به هم ډیر راتللو. عالی به نظرم دیگه مصرف هم کم یعنی کسی که تو چیزای بیلابیل گوناگونه میخوان جور کنن. مصرف هم کمه و با وطنان محصولات ایجاد میشه، کار چیز زمینه کار فراهم میشه. دوستان افکار به خندن وی دری که در پختو ویل شوه، دری از زبان من پشتو هم برامد. خیر هر دو زبان ملی است. چطور؟ بلکل دا گور اسم را خکل دیزینه جوڑ کرده سات. البته و دیدی تر سنگ میدالو ندی بیلا بیل دوله تاسوی نی. وست چه زیاده را کلابونو که دیدی تر سنگ آقا ورزشی
برخو کې چې مثلا سو لوبې کوي کنه په خوابه دا شیانم له بخار سخرات لخونن دلته افغانستان کې جوړیږي واقعا د ویار خبره ده ای رقم کپو افتخاری به مکاتب که از شنوی چیز استفاده میکردن حالی سهولت ایجاد کردیم که به میتخ دیزاین خودشان برشان آماده بسازیم هر شکلی که خواستن آماده میشه و هم بندر خرزانتر ده غصه بیلا بیل دوله جامونه چه ورتوی یا کپونه دا هم وس پا افغانستان کی جوڑیگی خونزی پوهنتنونو که شاگردانو لپاره ده دیتر سنگ ورزیشی برخو که یاد آسی نور حقا کسان چه مثلا ورتیا لری لومړی نمبر دویم نمبر دریم نمبر هر یو بیا ځان ته داسې کپونه او جامونه لري ډالۍ ورکول کېږي دا هم د دوی شرکت نن جوړوي او د دې تر څنګ ګیلاسونه تاسو وینئ په ګیلاسونو کې بیلابیل لوګوګانې دا ګورئ پخوا به دا ټول بهر کې کېدل بس کور دې ودان وي د داسې ورونو د دې تر څنګ د دغه شرکت والا چې دا هڅه یې کړې ده دغه فعالیت نن په افغانستان کې جوړ کړی او په اقتصادي بڼه زمونږ افغانانو ته پریوزیا تر لاسه کیږي تشکر بسیار زیاد به خیر باشی نمدین از کابل به بامیان خاص به خاطر نمایشگاه این نمایشگاه به خاطر شما به خاطر شرکت شما به خاطر تولیدات افغانی چقدر موثر و موفق می باشه انشالله یک تشکری خاص میکنم از محمدانان عزیز ما که در این نمایشگاه اشتراک کردن و همچون نمایشگاه ها به مردم خوب است چون میتونست مواد خودمی به نمایش بگذارن و هموطنان عزیز ما که چیزی که میخواین استفاده کنن میرن بیرون از خارج استفاده میکنن ولی وقتی که جمع میبینن هم خوش میشن هم از اینمی محصول خود ما استفاده میکنن همچون نمایشگاه بسیار مفید است به ما تشکر بسیار زیاد بخیر باشید همچنان زنده باشید بیا هم خراغ لاس د غنجینې نندارتون د بامیانو خپل لرغونې ولایت دی تر څنګ مې و خور ولاړه ده له دوی سره به خبرې اترې ولرو دوی نو هغه افغاني لباس هزارګي لباس دلته راوړي او نندارې ته ایښي د دې په اړه به راته معلومات راکړي ستړي مه شئ جوړ په خیر ډېره مننه ژوندی اوسې ماشاءالله پښتو دې هم زده ده ډېر لږ پوهېږي هم ډېر پوهېږي هم لږ ډېر ښه پیل کې که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنئ تولیدات هم وپېژنئ نوم مبارک مو زما نوم سریا ده تخلص هم حسنیار و مسئول همی دوکانهایی هستیم که به اینجا شرکت کردیم در نمایشگاه و دیگه ما از این تولیدات لباس های هزارگی و همچنان دیگه چیزهایی که مثلا دوخته میشه ما فروش میکنیم یا تولید میکنیم تولیداتی دارین که مثلا زیادتر مردم در بامیان و در زارجات دیگه زیادتر استفاده بله بله میشه بله بله زیادتر دست. بسیار خوب ماشاءالله دیگه می لباسی هزارگی خوب از خاص نام داره و زیادتر مردم خوشم میکنه بله و یکی از نمونه های لباس های افغانی از در جهان واقعا این کار خوب است برای شما پیشرفت و ترقی دیگر
خواهانیم. تشکر میشه در مورد ازی بر ما بگوین که ای لباس ها را به چی طوری مثلا شما جور میکنین؟ ماشینی از دستی از در این مورد اگه معلومات؟ لباس های هزارگی ای از تاری به نام شال شری، از رختی به نام شال شری جور میشه و ای از به نمونه های مختلف و قیمت های مختلف فروش میشه. به نمونه های مختلف، رنگ های مختلف، گل های مختلف، دیزاین های مختلف دیگه. بله. ماشینی و دستی؟ بله. ماشینیش خوبیش است یا دستی؟ خب معلومه که دستیش شاید خوبتر باشد، چون دستیش زیاد سر زحمت کشیده میشه و ماشینیش فقط توسط ماشین دیگه زحمت زیاد کار نداره و فروشش هم کمتر است. خب بسیار خوب. فعلا هر دویش شما دارین؟ بله داریم. اینا هست ماشینی هست و اینا چیه؟ اینی دستی از دیگه؟ دستی هایی. واقعا این همه کار دیگه کار دست است. کار دست. چقدر وقت هم یک جوره جور میشه؟ ولی تا دو یا سه ماه ما اگر خوب کوشش بکنیم شاید بیتونیم که یک جوره لباس در دو سه ماه یک جوره لباس. بله. کرایش هم باز کمتر است، ولی میگه که چی شده یکم بهای از یه پایین آمده و به مخاطر ما ولی زیادتر از این کس نمیگیره، مجبوره که خود ما بدوزیم و بفروشیم. قیمتش چند است؟ در دو سه ماه خود زیاد وقت است، زیاد وقت در بر میگیره که جور شوه. قیمتایش باز چطور؟ والا کسی که دکان میگیره و یا کسی که میخواد که کالای هزارگی بفروشه باید یک ریسک قبول بکنه، به خاطر از اینکه یا دو یا سه ماه را این جور میشه در بر میگیره جور کردنش و موضوع خاطر باز اگر ممکنه که امی خب یک فصل داره لباس های هزارگی، ممکنه که امو فصلش از فصلش تیر شوه و دیگه از بهای زیاد چی میشه؟ کاسته میشه. چند است قیمتش؟ قیمتش با نظر در نمونه فرق میشه. مثلا امی لباس؟ مثلا این لباس ها ما میتونیم تا 8,500 بفروشیم، چون میگه که این نمونهش کم چی شده، قدیمی تر شده. خوب. که نوتر باشه باز؟ هرچی نمونه جدیدتر باز قیمت تره. مثلا نمو قیمتیش تا چند پیدا قیمتیش میشه؟ قیمتیش تا 15,000 الی 14,000 هم 14,000 الی 15,000. بسیار خوب. و در مورد ازی بر ما بگوین که چطور در بامیان شما می فعالیت هایی که انجام میتین، نمی کاری که میکنین، به شما کدام مشکل خود نیست؟ ما در بامیان مخصوصا چون زیاد خود خانم ها از این کارا بلد هستن و زیاد فروش نداریم. مقصد فروش ندارین؟ نه. و یگان نفر که در خارج نفر داره یا مثلا در ولایت های دیگه ای را خارج میکنه یا صادر میکنه. شما به خارج هم صادر کرده میتونید؟ میشه به دوستای عزیز شماره تانو بگوین؟ انشالله زیادتر هم وطنهای ما که در اروپا و امریکا ما شما رو میبینن، اگه خوششان آمد که بخواین باز. دوستای عزیز، کسایی که صدای ما رو میشنوین یا ما را در ویدیو میبینین، ما یک از جمله دخترای تازه کار هستیم و دمی عرصه کار میکنیم. لباس های هزارگی میدوزیم. کسایی که نیاز در لباس های هزارگی داشته باشن، یعنی میخواین ما برش جور میکنیم. و نمبر واتساپ ما را اگر میخواین بگیرین برتان میگم 0775710802 هسته. کسایی که تماس میگیرن ما یا هم در واتساپ پیام میگذارن. ډیر مننه. ژوندۍ اوسی، کور ودان. لیدونکو د دوی په وینا چې د دوی کار نو تازه تازه پیل شوی دی، نوی کار دی، راځئ ملاتړ یې وکړئ. که چیرې دغه لباسونه دغه جامې مو خوښې وي نو د دوی د اړیکې شمیره وینئ، ورسره اړیکه ونیسئ او د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ترلاسه کولی شئ. د خپل افغان خویندو میندو ملاتړ وکړئ او د خپل وطن تولید وکاروئ. ډیره مننه. پای کې څه پیغام وینا گفتنی دارین؟ پیغام خاصی ندارم، فقط دمی پیغام دارم که ما زنای تازه کار یا دخترای تازه کار که دمی عرصه شروع کردیم یکم حمایت شویم تا بتونیم یکم پیشرفت کنیم، چون ما از صفر، از نقطه صفر شروع کردیم و مجبوریت باعث شده که ما همین کارا رو شروع کنیم، چون هیچ اقتصادی برای درس خواندن نداریم که مثلا بعضی ها کورس ها میخوانن و بعضی ها هم آنلاین. ما امکانات هیچ کدام از اینا رو نداشتیم، برای همین هم مجبور شدیم تا به چیزا رو بیاریم اگر خوبتر باشه تا بتونیم درسای ما رو ادامه بدیم. ډیره مننه. ژوندۍ اوسی پښتو کې پیغام نور کې څوک چې مو ګوري کور یې ودان او ژوندۍ اوسی. ډیره مننه. خیر اوسی، کور ودان، په کار مبارکت، خوشاله شو په لیدو. ډیره مننه.
ته می ترسنګ دوا ګل ګلورونه ناز دی دوی لکه چې لکومبل ولایت څخه راغلی دی ل دوی سره به هم یو سو خبرې اترې ولرو بیا هم ستړي مشه ورور جوړ پخې تازه تکړه صحت مو خده سلامونه مې کې هلي تاسو ته سبا مې سبا دارنګ د سن رایز کلی خاسته او پوزړ پور یوټیوب چینل ټول قدر مې ځون کته باندې کوم په دې هله چې ټول روغ جوړ سي ویروس پر شي مد لغمان لې تو سیدن کې ما کابل کې اوسېږي مد فتن د بامیان ولایت په دوره راوته یم ډېر ښه قریشي صاحب په لیدو مو خوشحاله شو کور ودان ماشاءالله تکړه ځوانې مخکې له دې چې زه درنه پوښتنه وکړم خپله دې هر څه ویل ډېر ښه تاسو هم ستړي مه شئ وروره جوړې په خیر صحت دې ښه دی قراري ده تم قریشي صاحب سره راغلی په چکر بامیانو ته ډېر ښه ماشاءالله نوم مبارک دی رومل قریشي ښه رومل قریشي دواړه ورونه یې لکه چې ماشاءالله ډېر ښه خوشحاله شوم چې دلته د افغانستان په دې ښایسته لرغوني ولایت کې مو وینم او بیا دلته په دې نندارتون کې دغه نندارتون کې چې د افغانستان بیلابیل ډوله صنعتي او داسې لاسي او نور توکي تولیدات دي نو په خیر راغلی بیا هم بامیانو ته د دې تر څنګ په چکر راغلی یې لومړۍ ورځ مو ده که نه بلکل موږ سهار تقریبا لس بجې له کابل نه د بامیانو په طرف راوخځېدو لس بجې د کابل نه راوخوځېدې دوه بجې بامیان ولایت ته داخل شولو د بودا مجسمو باندې م دوره ووهله واقعا بامیان ډېر یو په زړه پورې ښکلی طبیعي منظرې لري یعنې په هغه اصطلاح زموږ د دري زبانانو خبره طبیعت دوست نخورده یعنې هغه طبیعت چې هېڅ لاس پکې نه ده وهل شوی او هغه څه چې د خدای پاک لخوا په قدرتي خلقت باندې پیدا شوی ماسک بلکل لومړی ځل دی بامیان ته راغلی زما لومړی ځل و ډېر وخت نه مې تصمیم نیولی چې یو ځل باید زه به د بامیانو ښایسته او په زړه پورې لرغوني ولایت ته ورځم خوشبختانه تاسو سره مخ شولم او خوشحاله شوم ستاسو په لیدو باندې مننه او د دې تر څنګ کوم کوم ځایونو کې پلانونه لرې چې انشاءالله راتلونکي کې بیا په بامیانو کې وګرځېږئ چکر ووهئ او ریسرچ به مو اتمن ورته کړی وي له وړاندې که نه چې دغه ځایونو ته به ورځي لکه څنګه چې ټولو دوستانو ته پته ده بامیان ډېر ښایسته او په زړه پورې ځایونه لري چې د هغه جملې څخه د بودا مجسمې دي چې همدا اوس یې موږ تر مخې ناست یو له دې نه وروسته به له خیره سره بند امیر ته ورځو شپه به هم بند امیر کې همالته به یو هوټل ریزرو کړو بیا به سبا د جمعې ورځ په بامیانو کې د بند امیر ښایسته اوبونه خوند واخلو بیا به له خیره مخ په کابل لام وي خو به نه انشاءالله همداسې یو اراده مقصد هلته اوبه ډېرې دي زه تللی یم او سړی هم دي د دې تر څنګ نه پوهېږم ما چې اورېدل یې هلته پخوا که نه وایي خلک ښکته شوي وو د وسایلو سره تقریبا یو نیم سل متره ښکته ورغلي وو که څومره نو هغه اخرینی ځای نه و پیدا کړی بیرته بیا راپورته شوي خو که چیرې مو لامبوز دنه وي بیا نو زموږ در څخه دا هیله ده چې ملام بی لغمان شریف خلک چې دي بیا لامبو کې لږ تکړه دي هلته خو درې څلور سیندونه تیر شوي په لغمان دوه سیندونه په منځ کې موقعیت لري نو انشاءالله لامبوزن خو تا چې دا خبره وکړه بیا حمام کې لامبو درې سیندونه به زما په نظر ځکه د کابل او د پنجشیر سیند هم پرې ورغلی اخوان د علیشنګ او الینګار دوه سیندونه دي درې سیندونه او داسې نور نور واړه پکې شته که نه باید تاسو ته نو لامبوز دوي ډېر ښه دلته دې نندارتون ته نمایشګاه ته راغلی څه مو پکې وکتل او څومره خوشحالېږي چې دغسې نندارتونونه او د دې تر څنګ د وطن تولیدات صنعتي توکي وینئ واقعا د دې نمایشګاه په لیدو باندې موږ د بامیان چکر دوه برابره خوندور شو په دې نمایشګاه کې مې ډېر زیات خویندې ورونه ولیدل چې زیاتره خویندو چې خپل په لاس باندې صنایع توکي جوړ کړي دي او دلته یې نمایشګاه ته وړاندې کړي دي تر څنګ ځوانان مې ولیدل چې خپل نوښتونه یې دلته نمایش ته وړاندې کړي ول د دغسې نمایشګاګانو برګزارول او ترسره کول دا د هېواد په صنعت په تولید ته یو ډېر غټ خدمت ده او داسې نمایشګانو پر زارول یو لاسته راوړنه بورم د هېواد بلکل ډېره مننه څه پیغام وینا هم لري ځوانانو ته او د دې تر څنګ ټولو افغانانو ته هغو افغانانو ته هم چې ټوله نړۍ کې دې همدا اوس ګوري مننه کور ودان مخکې له پیغامه یو پوښتنه له تاسو څخه لرم مهرباني یوټیوب دا دومره پرمختګ راز په څه کې ده زما د چینل یوټیوب زمونږ د چینل راز په څه کې دی دا به زه څه ویم دا بس زمونږ لیدونکي دي هغوی به قضاوت وکړي او د دې تر څنګ موږ هڅه کړې ټول افغانستان په کې راونیسو د افغانستان ښکلا ښه انځور مثبت انځور هم تل نړۍ ته خپور کړی کېدای شي همدا علت یې همدا ده او بل د تاسو د زحمتو نتیجه هم ده
مونږ کوشش کو خو نه کیږي لکه تاسو غوندي. بیا هم ډیره مننه پیغام مې دا د ټولو هیوادوالو ته ګرانو لیدونکو هر چېرته چې یاستئ بیا مې هم سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ټول افغانستان امن و امان ده. یو میاشت مخکې مزار ته ورغلی وم، مزار هم همدغسې ښایسته او ښکلی و. د شپې د ورځې په څلیر ساعته تاسو په ټول هیواد کې ګرځېدلی شئ. نو راشئ په هیواد کې وګرځئ، د خپل ښایسته پلارني ټاټوبي همدارنګه هیواد څخه د ښایسته منظرو څخه خوند واخلئ، او په هیواد کې داسې ګل ګل ځوانانو سره معرفي شئ. ډېره مننه، زاړه نه شئ، ژوندي اوسئ، خوشحاله شو په لیدو مو. خدای مو خوشحاله لره، مونږ څه وکړو درته بامیانو کې ژوندی اوسئ، کور ودان. بس تاسو چې د بامیانو د ښایسته ویډیوګانې راته نشر کړې همدار ستدي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ، ډېره مننه. لیدونکو بیا هم خراغ لاس د گنجینې نندارتون د بامیانو لرغونی ولایت. او اوس مهال د افغانستان یو بل صنعتي تولید او لاسي تولید چې د افغان خویند و ورونو په زیار په کوښښ د موټو د ګوتو په زور باندې دا ترلاسه کیږي. تر څنګ مې دلته ورور ولاړ دی پاړه بی لا ډیر معلومات راکړي. بازم سلام بیادر گلم، خوب هستین؟ بخیر، صحتتان خوب است؟ وقت ساعت زندگی بخیر میگذره؟ سلامت باشین، تشکر. شما هم بخیر باشین، زنده باشین. میشه اول با دوستای عزیز ما خدا معرفی کنیم. سلام خدا، سلام به شما. من قربان هستم، یکی از کارگرای قالین بافی نگین، شرکت قالین بافی نگین. یک قالین بافی که از محصولات خود بامیان است، از بافی همین بچه های بامیان است. دیگه جور شدن یزی از پشم گوسفند شده. خلاصه برای بگم دیگه همین که دم یک دید مومنه مثل قالین های ایران و پاکستان برای خاصر از دست نمیده ای. از پشم گوسفند خود بامیان توسط هموطنهای عزیز ما شما همراه دست جور میشه. ماشاءالله بسیار خوب. بس صفر تا صده در مورد رنگش اگه با ما بگی رنگش چطور؟ رنگش هم رنگ های مختلفه. این همه رنگ های از جا کس دیزاینیست دیگه این جلا داده نمیشه نشده دیگه همه رنگ های بوگیه. این رنگ طبیعی است دیگه؟ آه طبیعیست. از زمین چی میگن؟ از چوب و از چی و چی جور میشن؟ او دیگه با شما زیاد معلوم است. من قدرش یاد دارم که از چوب این رنگ های از چوب درست میشه. از چوب درست میشه. و دیگه امی قالین های خارجی که است باز رنگ خود زود از دست میتا، مکیفیتش از دست میتا. در مورد از این باز بگو چطور؟ چند بار ششته شوا که باز رنگش میره؟ یکی شوشته شده استاد دیگه. ای افغانیز بگو، ای دیگه هم خوبش میشه. یکی قالین خود افغانستان است، یکی شوشته شده بازی ککرک میشه دیگه. رنگش هم رنگ پیدا میکنه دیگه، هم رنگ جلا پیدا میکنه. ماشاءالله بسیار خوب. باز مثلا یک قالین در چقدر وقت جور میشه از صفر تا صد؟ یک قالین یعنی را فرض کنه میره که سرکار کنه در یک هفته ای را درست میکنه. در یک هفته؟ تنا میشه؟ تاسو گوری دوستانو دغه یو دومره کوچنی قالین ورته ویلی شونو په یوې اونۍ کې جوړیږي. ای به خاطر چی استعمال میشه؟ بس ای به خاطر دم دروازه پای پاک. خو ای پای پاکی دروازه است که دا روی دروازه دیگه اوار میشه. بسیار خوب.
و دیگه قالیناس و جینماز و چیزا هم جور میشه نه؟ جینماز هم جور میشه یا زیر و تاق فرش میشه. دیزاین های گوناگون است دیگه. مختلف است. مختلف و گوناگون. بازی از خود نام هم داره دیزاین یعنی؟ نام داره. یا تنها قالین افغانی یاد میشه؟ نه نه نام داره. نام از چی است؟ چوبرنگ است. قالین چوبرنگ است. قالین چوبرنگ. چوبرنگ است. به اصطلاح قالین ارجل. ارجل. بسیار خوب. این قالین چی نام داریم؟ از خود؟ این هم چوبرنگ است. این قالین هم چوبرنگ است. نام نداری؟ نه دیگه ای به نام است. خورجین است. خورجین. خورجین. این گلم از به نظرم یعنی این هم قالین است. این هم خورجین است. این هم خورجین است. خو کالج دیگه تولید وطن است مهمی است. قیمت های از چند است مثلا می چند متر می این 5 متر است این 6 متر است استاد دلار 6 متر است چند است این 100 دلار مترش مترش 100 دلار است 5 مترش 500 دلار بسیار خوب و ده چقدر وقت جور میشه می 500 دلاری یک مدت جور میشه ده یک ماه بسیار خوب تشکر و خیر باشین زنده باشین چطور است نمایشگاه برتان چقدر برتان مفید است و خوش هستین که در بامیان تو یک نمایشگاه برا افتاده ما خوشحال هستیم که هر سال باید یک نمایشگاه برگزار شه هر سال یکی کم نیست همین هم خوب است ما خو میگم دو سه چهار بار که شب بیخی خوبش خواهد شد بیخی بهتره اما سال یک بار که باید برگزار شه تشکر بسیار زیاد خوش شدیم و خیر باشین دوستان و تاسو د افغانستان تولید قالین ولیدې چې بیلابل دولت دی او د دې تر څنګ خورجین او از جلو د لرګي د رنگ څخه د دوی په وینا چې جوړیږي بیلابل طبیعي رنگونه دي دا چې وسومره لوینزل کیږي عمره بیا رنگ هم تازه کیږي او دغه نو شپږ متره قالینه ده متر په سل ډالره او شپږ متره په شپږ سوه ډالره افغانۍ ته بیا تاسو واړوئ نو تاسو یو څو تصویرونه وګورئ نور تولیدات به هم په تاسو ننداره کړئ دلتا دا کاکا نه پویګم چې سرنګوي واړه وای معلومات راکی سلام علیکم کاکا خوب استی بخیر صحت خوب است وخت سات زندگی بخیر میگذره سلامت اینی جاګستات شوی کی تصویر تم خوبش بیا د مورد ماشینم به ما معلومات بتی خوب خواستی اسم مبارکتان اسم از ما علی حسین اسم پدرم غلام علی بسیار خوب بامیان هستیم از مرکز بامیان از دره فولادی قریه سیاخ اعظمی وطن مقبول و زیبا است یعنی از بامیان شد بسیار خوب خوش شدیم چی جور میکنی چی را رنگ میکنی او بازه که جور کنیم یعنی رنگ میکنیم که بخاطر یک زیاد زنگ زده این چیز است که برای جان بدون سیلر بدون بیتری بدون وطلپم بدون کدام برق مرغ چیزی از اینه نداره فقط این خودش از داخل چوب باید او باشه چوب باشه دریا باشه هر چی باشه فقط آب بکشه این واتر پمپ است بله واتر پمپ بدون برق بدون برق بدون بیتری بدون سولار بدون افتاو بدون او بدون چی بله فقط او کش میکنه به خود و بنالا میرسونه این را کی جور کرده؟ این ما خودم جور خودت جور کردی؟ ماشاءالله ام یک تا رجور کردی ام یک تا اولین بار ما گفتم ما گدو تا رجور کردی که یکی را با ما بود نه قابل نه امیر بود ما دیگه ما جور تشکر و خیر باشی معلومات بتی در موردش دوستانو تاسو گوری معلوماتش برادر یعنی این است گیلا از گیلا گیلا پیشتم جنراتور 23 اس پاور که ما البته وا رینگ داره دیگه ما رینگش عوض کردم از آشل جور کردیم از چرم
بعد اینه که پم کردی هوا مورد داخل از یا اون تو دور میزنه. این دوتا رو که هوا پر کردی اینه رو ای اردوی دیگه رو باید آب پر کردی اون اونجا یا با جنراتور یا به توسط آفتا یا هر چیزی. این دوتا که پر شد این هم آب پر شد بعد دوباره اون شیر آزاد میکنه. اگر آب ضعیف بود اینه پیکنیک آزاد میکنه اون شیر آواز میکنه. اگر دیگه ضعیفتر کرد اینه رو آواز میکنه که هوا ازی میره. اون موقع دیگه باید به هند یا بده که دقل اگه بیلر نترخه باید 150 متر باید بکشه. خب دوبار امتیان هوا توسط جنراتور برش دفعه اول هم که پور کنیم کشید دیگه نمیخواد پام هم نگه نمیخواد بکنیم فقط سال تا 12 ماه هسته که هسته به هیچ وجه که چرا شد مگر فقط بار اول بار اول توسط جنراتور بعد از او دیگه پام جنراتور فقط پور کردن ازی پور کردن ازی این جنراتور نقدر آفته ها پور مشکل نداره فقط او پول اینم پول شد دیگه بارش پول میکنی که پول کردی دیگه اونم که این دو تا رو که او پول کردی دیگه پم نمیخواد دیگه از کار افتاد اونم رو واش کو او میده ضعیفی کرد این کمیته ها لو خو این که اوا گرفت بله توسط اوا بازی یا فشار میگیره فشار که بیا دیگه با چند منزلم اوا بلند کده میتونه این ولی این اوایی که از اینجا مورد داخل نگاه که نه آه. ایرا دیگه مکمل خودت جور کردی مکمل. از چی جور کردی وسایلش از کجا کردی فقط ورق واین است دیگه نال مال است از این که رفت داخل از بازی تبدیل به محک میشه از این یوا میده پاس همی آور از والفا میده بیرون والفام ساختگی خود سازی کل که ایت پروژه از ماشینالات روی نصب نکنه همشون خود سازی خود ما پس هم آور میده بازی دو تبدیل به محک میشه که شاو در میره از اینجا آب آب مخلوط برون شد باز آور داریم بالا آب میای داخلی دیگه تاثیر باز آب آخرش از اینجا خالی میشه خوب بسیار خوب آب داخل دیگه دیگه چرا جور نمی کنی؟ یا مشکل اقتصادی است؟ اقتصادی بشه بشه اگر کسی همکاری کنه کمک کنه برد بگو یک 20 تا یک 100 تا جور کو از پیسیش خلاصش جور میکنی؟ بله این دفعه من روی سایز رو مدل فکرش نمیکنم آیا نشاو نشاو چون همه مگفت نمیشه بلکل ولی من شبا در تاریکی فکر میکنم مفت موشه اونقدر زحمت کشتیم که شب روز سه ما طول کشید یعنی این دفعه نه روی سایز کار کردیم رن و مدل نه مدل نه ماکم بودن یعنی این دفعه در بهترین مدل در بهترین سایز در بهترین ماکم بودن جور میکنم در شش روز افت روز تشکر بسیار زیاد و خیر باشی ببخشی در کار بودی وقت تا گرفتیم بخیر باشی دوستانو تاسو گوره چه ده عجیس پا وینا باندی چه دلتا دغه واټر پمپ جوړ کړی دی چې بس اوبه ور اوبو نه د سولر په واسطه یا د جنراتور په واسطه ډکیږي او دلته پمپ غوندې سیستم ورته جوړ کړی چې دا نو هوا ورکوي هوا په واسطه بیا د دغې ټانکۍ څخه اوبه څو منزلو ته پورته کولی شي نه برق غواړي نه بل څه نو تاسو یو څو نور انځورونه هم درسره وګورئ دونکو تاسو د بامیانو په ولایت کې د غنجینې په نامه نندارتون ولیدلو او د دې ترڅنګ افغاني تولیدات چې مونږ تاسو ته په دې خبرونه کې دروخودل هله دا چې دغه خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې وي وس مهال نو زه د بامیانو په لرغونی ولایت کې داس یو ځای کې چې زیاتره خلک بامیان د همدې ځای څخه پیژني دانو د بودایانو د وخت سمس یو د دې ترڅنګ دا د بوتانو نخې دي چې دلته پاتې دي چې دوه دانې دي یوه یې د سلسال او بلې د شمامې په نامه یادیږي
نو تاسو د دې انزورونه هم وکتل. هیله ده چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې د وطن په یوې بلې ښکلې سیمه کې حاضرېږم، تاسو بلې او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ. لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.